بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه ومن والاه. وبعد، امیدوارم همه شما صحتمند و در سلامتی حال روز و شب را سپری کرده باشید. این جلسه 26 از سلسله دروس نور لن کتاب نور الانوار در مضمون اصول فقه است که خدمت شما ارائه میشه. موضوع بحث ما در گذشته و قبل از این جلسه موضوع امر بوده که در امو بحث نظریات و تحلیل های مختلف را خواندیم و در قسمت اخیر رسیدیم و این را می خواهیم ثابت کنیم از نظر احناف که امر و فعل با هم مترادف نبوده و امر موجبش یعنی حتمی و ضروری و واجب است و فعل رسول کریم صلی الله علیه و سلم پیروی کردن یا امتثال فعل رسول کریم صلی الله علیه و سلم واجب نیست، بلکه مرتبهش از وجوب کده کمتر است. البته استثناءات دارد و در اون مورد حدیث را آوردیم و امام شافعی رحمه الله هم دلایل خود را گفته که از او جمله روزه وصال بود و که رسول کریم صلی الله علیه وسلم وقتی روزه وصال گرفت صحابه هم از او پیروی کردن و بعدا صحابه را منع کرد و به همین ترتیب که روزه کوش ها یا پاپوش مبارک خود کشیدن دیگه صحابه هم این کار کردن، یعنی از فعل از او پیروی کردن، اما اونها باز منع شدند و رسول کریم صلی الله علیه و سلم آنها را منع کردند. بنابراین اگر فعل رسول کریم صلی الله علیه و سلم واجب می بود دیگه آنها منع نمی شدند. و ما شما تا این عنوان رسیدیم، تا همین قسمت ها. یعنی عنوان خو نیست، تا قسمت از متن رسیدیم که یعنی انتم لا تستطیعون الصیام متوالیت اللیل و النهار. ای از همینجا شروع میکنیم و توضیح و تشریحش میخوانیم. وقتی که رسول کریم صلی الله علیه وسلم از موضوع صحابه که آنها هم وصل کردن واصله فواصل اصحابه فانکر علیهم الموافقت فی وصال الصوم، یعنی انکار کرد و رسول کریم صلی الله علیه وسلم نپذیرفت که صحابه هم صوم روز را به شب وصل کنند، یعنی نخورند چیزی، و بعدا فرمودن که ایکم مثلی یطعمنی ربی و یسقینی، کدامی که شما ماننده من هستید که پروردگار من مرا طعام میده و پروردگار من مرا آب میده، سیراب میسازد. یعنی انتم لا تستطیعون الصیام متوالیت اللیل و النهار، یعنی شما توانایی روزه متوالی و پی در پی را که شب را به روز وصل کنین و روز را به شب وصل کنین این استطاعت و توانایی نداره. و در درس گذشته هم خواندیم و گفتیم که مراد از یطعمونی ربی و یسقینی این حمل به ظاهر نمیگردد، نه سنت الله تعالی است که کسی را بدون یعنی که او وسایل را به کار بندازه، دست و پا را به کار بندازه و دهن و لب را به کار بندازه طعام نمیده الله تعالی، بلکه ای را میسازد برش. و اینجا مراد
مراد از طعام معنوی و سیراب ساختن معنوی است که تشریح کردم خدمت شما. یعنی وقتی انسان در مسائل مادیات آنقدر متوجه و آنقدر دقیق شود که او مادیات را خوش داشته باشد، یک موتر خود خوش داشته باشد، یک اسب خود خود داشته باشد و او بسیار دقیق شود و متوجه شود، آنقدر او همو چیزی که شوقش هست به او ایره مصروف میکنه که خوردن و نوشیدن و همگی فراموشش میشه. و ما شما اصطلاح هم داریم که آنقدر ما را به خود جلب کرد که نه خوردن یاد ما ماند و نه نوشیدن. و به این ترتیب زمانی که بنده و عبد با پروردگار خود متوجه شود و با نعمت هایی که به او داده متوجه شود و با قدرت و سلطه و سیطره که پروردگارش به ای و به تمام کائنات دارد و مخلوقاتی که پر از حکمت خلق شده از طرف پروردگارش دهی تفکر کنه و بعدا سر سجده را به او بگذارد و اظهار سپاس و شکرانه را انجام بدهد، در او صورت دیگه طبیعی است که نه طعامی به یاد کسی میماند و نه نوشیدنی و نه آبه، نه از تشنگی خود خبر میشد و نه از گرسنگی خود. این همین معنا را دارد. ولی قوة روحانية من عند الله تعالى اطعم عنده، و هست برای ما قوه روحانی از جانب پروردگار الله تعالی، اطعم که طعام داده می شوم، عنده به نزد او. این هم مراد طعام معنوی است، یعنی وقتی که بنده هر قدر به الله تعالی نزدیک میشه و هر قدر توجه خدا به الله تعالی نزدیک میکنه و هر قدر از ما سوا الله خود را قطع میکند، در اون صورت ما عرض کردم که نه طعامی به یاد کسی میماند و نه نوشیدنیه. و حیثیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم واضح است که نسبت به همه انسان ها او عبد مطیع پروردگار خود بوده و در عبادت الله تعالی آنقدر غریق بوده که سایرین به او سویه نمیتانه رسیده. و اسقی من شراب المحبه، و ما سیراب میگردم گردانیده میشوم از نوشیدنی محبت، چون والذین آمنوا اشد حبا لله، کسایی که مؤمنن محبتشان شدید است نسبت به الله تعالی. مؤمنای عادی محبتشان امیتو شدید است که در برابر دین الله تعالی و در خدمت به دین الله تعالی از مال از سر خود مؤمنان عادی تیر میشه و در محبت به الله تعالی از مال و از جان خود میگذرن و در برابر دشمنان الله تعالی مقاومت میکنند و بالاخره جام شهادت می نوشند. مؤمنان عادی، مؤمنین عادی، مسلمانان عادی، چه رسد به پیغمبر علیه الصلاة و السلام که اونا خو مرشد و سربرا و رهبر و رهنمای همه مؤمنان و بلکه همه انسانیت بوده و در اوج طاعت و عبادت الله تعالی مصروف بودن. یک شعر یکی از شعرار مصنف رحمه الله پیش میکنه، کما قال قائل، چنانچه گفته است قائل، یعنی سخنگوینده، یعنی شاعر اینطور گفته است شعر: و ذکرک للمشتاق خیر شرابی و کل شرابی دونه کسرابی. و یاد کردن تو برای مشتاق، یعنی کسی را که تو با او محبت داری
و شوق داری و او ذاتی را که تو به او شوق داری خیر و شراب بهترین نوشیدنی است. امو یاد کردن تو بهترین نوشیدنی است. ذکر تو، فکر تو در مورد مشتاقت، در مورد که ذاتی که به او شوق داری، ای امو یاد کردن از او به تو بهترین نوشیدنی است. بهترین نوشیدنی دیگه آب و نوشیدنی دیگه همه که فراموشت میشه، فقط هرگاه او را یاد کردی هم سیراب میشی و هم سیر میشی از طعام و از نوشیدنی. و کل شراب دونه کسرابی، و هر نوشیدنی غیر از ذکر تو نسبت به مشتاقت و نسبت به محبوبت، محبوبت نسبت به محبوبت کسی را که تو دوست داری، یعنی هر نوشیدنی غیر همان ذکر و همان یادتو که سرابی، مانند سراب است. سراب همون آب دروغین است که در گرمی خصوصا در ساعت‌های 12 و 11 بجه وقتی در دشت تا روان می باشیم یا در سرکار روان می باشیم، از دور ایتو معلوم می شد که گویا آب است، ولی با نزدیکش که می رسیم آب نبوده، یعنی آب دروغین است. هدف ایست که هر نوشیدنی غیر از ذکر و یادت به مشتاقت، به محبوبت، ای مثل سراب است، یعنی مثل آب دروغین است، مثل نوشیدنی دروغین است. یگانه چیزی که بسیار نوشیدنی بهتر و خوبتر است او یاد کردن و ذکر همیشگی تو به محبوب، در مورد محبوبت است. و باز در این مورد میگد که مصنف رحمه الله، ولهذا و بنابمی دلیل و بنابمی استدلال، تر الامت المجاهدین، نگاه میکنی امت مجاهد را، امت مسلمه مجاهد را که در سنگرهای داغ جهاد علیه دشمنان الله و دشمنان دین و متجاوزین می جنگن و شب و روز خود را در حفاظت سرحدات اسلام می گذرانن، یفترون به شرب قطره فی اربعینات، افطار میکنن، یعنی در روزه ای که میگیرن افطار میکنن به نوشیدن قطره در امو چله هایشان. اربعینات یعنی 40 روزه که در سنگرهای داغ جهاد و مقابله با دشمنان خدا و دشمنان دین خدا و دشمنان بشریت در برابر اونها 40 روز یا بیشتر از آن می باشند، بسیار به خوراک اندک و به نوشیدنی اندک، به آب اندک قناعت می کنند. لیخرج عن حد الکراهتی، تا بیرون شوند از حد مکروه بودن روزشان، فقط به قطرات کم اکتفا می کنند. و حقیقتا که ما هم مجاهدین را که در طولی مدت 40 ساله جهاد علیه مستکبرین جهان، روزها و غیر روزها که آنها به گیاها و حتی به خوردن گیاها شب و روز خود را گذاشتن، ولی سنگرها را اعلان نکردن و تا بالاخره متجاوزین را مجبور به گریز و مجبور به فرار ساختن و آنها یعنی این مقاومت مجاهدین وقتی دیدن گریختن. در طول تاریخ تنها در 40 سال نه، بلکه گذشته از هم در تمام کشورهای اسلامی وقت صلیبی ها و روس ها و کفار حمله کردن، همون تو مجاهدین مقاومت کردن که آنها را مجبور به گریز و مجبور به
فرار کردن. و هذا فی صوم الفرض و النفل سواء. و ای یعنی در مورد وصال روز با شب، یعنی روزه روز را با شب، که او روزه فرضی باشد یا روزه نفلی، برابر است، یعنی درست نیست. و بناهن فعل رسول کریم صلی الله علیه و سلم، امتثال فعل او واجب نه بلکه پایین تر از واجب است. و روی انه صلی الله علیه و سلم، و همچنان روایت گردیده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کان یصلی باصحابه اذ خلع علیه، نماز میخواند روزی همراه با اصحاب خود، یعنی در جماعت، که ناگا هر دو پاپوش مبارک خود را کشیدن، از پاهای مبارکشون کشیدن. وقتی صحابه متوجه شد، فخلعوا نعالهم، صحابه هم پاپوشای خودشان را کشیدن. و یعنی به فعل رسول کریم صلی الله علیه و سلم عمل کردن در داخل نماز، همگی کشیدن. فلما قضا صلاته، پس زمانی که به پایان رسان نماز خود را رسول کریم صلی الله علیه و سلم، قال فرمود ما حملکم علی القائکم نعالکم، چی باعث شد و چی سبب شد به این که شما دور کردید، دور انداختین پاپوشای خود را، یعنی چی سبب شد شما همگی در نماز پاپوشای خود را و پای خود را لق کردین و لچ کردین. قالو، گفتن صحابه، عرض کردن رأینا که القیت علیک، ما دیدیم خودت را، یعنی به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خطاب کردن که یا رسول الله، ما دیدیم که خودت امون نعلیت و پاپوشت و کفشهایت دور کردی، پس ما هم ای کار کردیم، مطابق از پیروی تو را کردیم و از شما پیروی کردیم. قال فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم ان جبریل علیه الصلاة والسلام اخبرنی ان فیهما قذرا، قذرا، که یقینا جبریل علیه السلام به من خبر داد که در امیار دو کفش های تو نجاست هست، قذر هست، نجاست هست. اذا جاء احدكم المسجد، وقتی که بیاید یکی از شما در مسجد، فلینظر، پس باید که نگاه کند امو نعلی خود را و امو کوشای خود را نگاه کند و ببیند و نظر بگذراند. فان را فی نعلیه قذرا فلیمسحه، پس زمانی که اگر دید در همان هر دو کفش خود یا یکی از هر دو کفش خود قذرا نجاستی را، فلیمسحه، پس او را مسح کند، یعنی بمالد او را به زمین و به زمین او را خوب بمالد تا امو قذر و امو پلیدی و نجاستش دور شود و پاک شود. و بعد دیگه ولیصلی فیهما، و بعدا باید بخواند همراه با هر دو کفش خود، همراه با هر دو کفش خود نماز بخواند. و در این مورد هیچ مشکلی و هیچ حرج نیست. این حدیث را دلالت به این دارد که یعنی اگر فعل رسول کریم صلی الله علیه و سلم وجوب را افاده می کرد، پس رسول کریم صلی الله علیه و سلم به اینها نمی گفت که شما یعنی چرا این کار کردین. اما طبق در صوم وصال اینها را منع کرد، در کشیدن کفش هایشان نیز آنها را منع کرد و علت کشیدن کفش را خودش فرمود.
که چون در کفشای ما قذر و نجاست بود، بناهن جبرئیل علیه السلام مرا خبر کرد و مورا دور کردم. و شما وقتی که در مسجد میاین باید کفشای خود را نگاه بکنید و دقت بکنید، اگر کدام نجاستی را میابین در یکی از کفشای خود یا در دو کفشایتان، اونو به زمین خوب مسح بکنین و بمالین تا امو قذر و امو نجاست دور شود و پاک شود، و بعدا همراه مرد و کفش خود نماز بخوانه. هذه تمسکات ابی حنیفه رحمه الله، ای استدلالات امام ابو حنیفه رحمه الله بود. البته دی استدلالات خود احناف استدلال کرده از امون قول امام ابو حنیفه رحمه الله. وقت امام ابو حنیفه رحمه الله ایره گفته که فعل رسول کریم صلی الله علیه و سلم افاده وجوب نمی کنه و امر و فعل با هم تفاوت دارن و الفاظ متغایر و معنای واحد نیستن و همچنان امر مشترک بین وجوب و بین ندب و بین اباحت نیست، علمای احناف باز استدلالات آورده به تأیید گپ امام ابو حنیفه رحمه الله را ذکر کردن. تا به منجره درس خدا بس میکنیم و ادامهش در جلسه های آینده بخیر ما شما میخوانیم و اقوال امام شافعی رحمه الله را در این مورد و استدلالش باز ادامه میدیم و میخوانیم که اونا چه استدلال دارد و به این چه استدلال کرده که فعل رسول کریم صلی الله علیه و سلم نیز افاده وجوب را میکند و یا فعل و امر هر دو مترادف است و معنایش واحد است، اما طور که امر افاده وجوب میکنه فعلش هم افاده وجوب میکنه. در همین قسمت بخیر در جلسه آینده میخوانیم و درس ما دارم در همین جا خاتمه میابد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.